خبر شده؟ برای دیدن ابوالحسن سر از پا نمی‌شناسند. ابوالحسن؟ آره. به یادت مردی نصرانی رفته که در حال اعتذار است. نصرانی؟ کجا؟ آن طرف میدان. میگویند ابوالحسن تنها از قصر خارج شده و مدتی با مردم کوچه و بازار گفتگو کرده. و چون از حال آن نصرانی با خبر شده، به یادت او رفته. خداوند عز و جل می فرماید فاتحة الکتاب را بین خود و بندگان خیش تقسیم کردم، نیمی از آن من و نیمی دیگر از آن ایشان است. وقتی بنده می گوید بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند جل جلاله می فرماید بندم با نام من آغاز کرد و واجب است بر من که امورش را به انجام برسانم و احوالش را مبارک گردانم. وقتی میگوید الحمدلله رب العالمین، میفرماید بنده ام مرا ستود و دانست که نعمتهایی که نزد اوست از من است و بلاهایی که از او دفع شده است به قدرت من بوده است. وقتی میگوید الرحمن الرحیم، می فرماید بندم شهادت داد که من رحمان و رحیمم و نصیب او را از رحمتم افزون خواهم کرد. و چون بگوید مالک یوم الدین، روز قیامت را از ما دانسته است، در آن روز حسابش را آسان خواهم گرفت و از بدیهایش در خواهم گذشت. وقتی میگوید ایاک نعبد، حق سبحانه میفرماید ای فرشتگان آسمان و زمین، بدانید که به جهت این عبادت چنان پاداشی برای او در نظر خواهم گرفت که جن و انس بر او غبطه بخورند. و زمانی که ایاک نستعین را بر زبان جاری میسازد، میفرماید بنده ام از من کمک میخواهد و به من پناهنده شده است. آگاه باشید که او را بر کارش کمک خواهم کرد و در سختی ها به فریادش خواهم رسید. وقتی میگوید اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، صراط الذین انعمت علیهم، غیر المغضوب علیهم، غیر المغضوب علیهم، ولا الضالین، ولا چگونه بر زبان آورد؟ قادر به بوسیدن صلیب نبود.
اما برای فشردن دست شما جان تازه یافته بود. او در این دم آخر رسول خدا را می دید که سوره حمد را از زبان من در گوشش زمزمه کرد و این دست او بود که می فشرد. ولی او همه عمر مسیحی مؤمنی بود و مسلمان معتقدی از دنیا رفت. ای بزرگوار، آنچه دیدم باور نمی کنم، اما دیدم. حال از شما می خواهم شوی از دست رفته مرا دعایی کنید. سلام و درود بر آن روز که از این دنیا رخت بربستی و به جهان باقی شتافتی. او روز مصیبت ما را عزیز می دارد و درود و تهنیت می گوید. که عیسی ابن مریم نیز در این سه وقت بر خود درود فرستاد: السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. و خداوند این چنین یحیی را مورد تکریم قرار داد و فرمود: سلام بر آن روز که زاده شد و آن روز که دعوت مرا لبیک گفت و آن روز که بار دیگر برانگیخته خواهد شد. چه خبر شده است؟ اول حسن به خانه نصرانی رفتیم. بی خبر؟ آری برد برد. چنین موقعیت های بهترین فرصت است. با وجود اینها می توانیم در یک لحظه مناسب خود را به اون نزدیک کنیم و کار را با آخر برسانیم. برویم. سلام. سلام عمر. فضل کجاست؟ می آید. چه اتفاقی افتاده؟ اتفاق؟ نمی دانم. از قول فضل پیغام آوردند که هرچی سریعتر خود را برای سفر آماده کنم. چه بگویم؟ جماعت زیادی برای شنیدن سخنان ابوالحسن به مسجد هجوم آوردند. نگرانم. تو که میدانی با حضور علی ابن عثمان و داوود در شهر لازم نیست نگران باشی، چون از این لحظه به بعد هیچ مسئولیتی در این مورد نداری. به فرمان خلیفه حفاظت از بیت علی ابن موسی رضا به کس دیگری سپرده شده. کس دیگر؟ چه کسی؟ یکی از یارانش. کدام یک؟ اگر برای تو مهم است. نه، ولی من میدانم چه کسی. حشام ابن ابراهیم، درست است؟ تو باید هرچه سریع‌تر نامه خلیفه را به هر سمه برسانی. درست است؟ نامه بسیار مهمی است، باید شخصا به دست هر سمه بدهی و منتظر عکس العملش بمانی. درست است؟ آری درست است. می دانستم که آن مرد از هر جهت آمادگی خیانت به ولی نعمت خیش را دارد. ظاهراً او تنها کسی نیست که از این آمادگی برخوردار است. تو ولی نعمت من نیستی فضل، همسر من هستی. درست است، ولی تو پیش از آن که همسر من باشی یار و مشاور من بودی و من پیوسته و در همه حال از کمک و همراهی تو برخوردار بودم، چرا که ما هر دو هدف مشترکی را دنبال می کردیم. اینطور نیست؟ همینطور است. حال چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا از لحظه که ابوالحسن قدم به این شهر گذاشته همه چیز دگرگون شده؟
بگو، چرا دیگر هیچ گونه تفاهمی ما بین من و تو وجود ندارد؟ چون به خوبی میبینم که چه خطری تو را تهدید میکند. پس چرا کمک نمیکنی تا این خطر را از سر راه بردارم؟ نمیتوانم. نمیتوانی یا نمیخواهی؟ نمیخواهم چون نمیتوانم. نمیتوانم چون نمیخواهم. پس نمیخواهی. میبینیم دیگر حاضر نیست قدمی در جهت اهداف ما بردارد. این همان زنیست که در سختترین شرایط پیوسته یار و یاور من بود و اکنون که تا تحقق آرزوهای من قدمی بیش نمانده ما را تنها گذاشته و به خیل یاران علی ابن موسر رضا پیوسته. من تو را تنها نگذاشتم فصل. این وحشت از آینده توست که مرا این گونه آشفته ساخته. وحشت از آینده من یا او؟ آینده تو. او آینده ای ندارد. آینده او همین امروز است. فضل، سعی کن بفهمی. تو همیشه به ذکاوت من معترف بوده ای و اکنون همان هوش و فراست به تو هشدار می دهد و از دشمنی با ابوالحسن برحذرت می دارد. بیا، بیا. نامحرمی در این خانه است که نباید از اسرار ما آگاه شود. همانا هیچ چیز از بدی بدتر نیست جز عقاب آن، و هیچ چیز از خوبی خوبتر نیست جز ثواب آن، و هر چیز از دنیا شنیدن آن بزرگتر از دیدن آن است، و هر چیز از آخرت دیدن آن بزرگتر از شنیدن آن است. پس بسنده باشد شما را شنیدن از آنچه عیان است و خبر یافتن از آنچه در غیب نهان است، و بدانید آنچه از دنیا بکاهد و بر آخرت بیفزاید بهتر است از آنچه از آخرت بکاهد و در دنیا زیادت آید. چه بسیار نقصان یافته ای که سود برده و زیادت برده ای که زیان کرد. آنچه بر شما رواست و بدان مأمورید وسیع‌تر از چیزی است که شما را از آن باز داشتند، و آنچه بر شما حلال است بیش از چیزی است که بر شما حرام کردند. پس آنچه را اندک است به خاطر آنچه بسیار است واگذارید. امر، چه اتفاقی افتاده؟ از من و آنچه را بر شما تنگ گرفتند به خاطر آنچه بر شما فراخ کردند به جا میارید. روزی شما ضمانت شده و شما مأمور به کردارید، پس مبادا خواستن آنچه برایتان ضمانت شده مهمتر از کاری باشد که بر عهده دارید. از ناگهان رسیدن اجل بترسید که امید بازگشت عمر رفته چون روزی از دست شده نیست. پس چنان که باید ترس از خدا پیشه گیرید و جز بر مسلمانی نمیرید. ابن رسول الله سوالی دارم. بشین بشین. بگذارید سخن بگوید. اجازه دهید که پیش بیایم تا همه مرا ببینند و سخنم را بشنوند. بیا برادر، بیا. می‌بینی که همه منتظرند. سوال من این است، تو که خود را پسر پیغمبر می‌دانی و چنین سخنان زیبایی را به گوش این جماعت می‌خوانی، مردم را از دل بستن به این دنیا برحذر می‌داری و پیوسته از آخرت می‌گویی و عذاب دوزخ را یادآور می‌شوی، چگونه از شهر و دیار خیش جدا شدی و به مرو آمدی و ولایت عهدی این خاندان ظلم و ستم را پذیرفتی؟ حقیقتاً طالب جواب هستی؟
به خدا که جز این هیچ نمیخواهم. من از راه دور آمدم و به عواقب چنین سخنی در چنین مکانی آن هم در حضور این جماعت آگاهم، ولی چاره‌ای ندارم و میخواهم جواب سؤال خیش را از زبان خودت بشنوم و مطمئنم که پاسخ قانع کننده‌ای نخواهی داشت. پس به خاطر همین اطمینان است که از پیش مرا محکوم کرده ای و خنجری را در آستین خیش پنهان ساخته ای؟ بیستیم. کس که چون این سؤالی در ذهن دارد و طالب شنیدن جواب خیش است، همراه من بیاید. دیدی اول حسن چه کرد؟ آره دیدم، ولی چرا به سؤالی مرد جلوی خوزدار پاسخ نگفت؟ چون هیچ کس دیگر چنین سؤالی در سر نداشت. شاید به این دلیل که هنوز منتظر فرصت است. شاید هنوز وقتش نرسیده. شاید هنوز شرایط مناسب نیست. امر، تو نیز اگر چنین سوالی روحت را می آزارد می توانی همراه ابوالحسن بروی و جواب او را بشنوی. نه، سوالی ندارم. من سربازم و باید مجری فرمان عمرا و وزرا باشم. فرصتی نمی کنم که به این گونه مسائل بیندیشم. خداحافظ. امر، مقاومت نکن. میخوایی از که بگریزی؟ از ابوالحسن یا از خودت؟ باید بروم. امر، تو؟ این مرد قصد داشت ابوالحسن را به قتل برساند. بروید کنار، بروید کنار. بیایید، ابوالحسن دستور داد این مرد را به تو بسپارم و حفاظت از جان او را از تو بخواهم. من؟ فرمود به امر بگو او باید به سلامت از قصر خارج شود. چیست؟ خبر چین است؟ اخباری دارد که فضل باید هرچه سریع‌تر از ما آگاه شود. من او را نمی‌شناسم و نمی‌توانم اجازه دهم. اشکالی ندارد، ولی خودت باید مسئولیت عواقبش را بپذیری. حوصله درد سر ندارم. خوب است،
این مرد را به سلامت از دروازه خارج کنید. بروید. صبر کن. سؤالی دارم. میخواهم بدانم ابوالحسن در پاسخ سوالت چه گفت؟ تو از دوستداران ابوالحسنی؟ نه، نیستم. گفت سخنان ما امانتی است که به تو سپرده‌ایم. آن را ضایع مکن و به اهلش بسپار. بسیار خوب، فهمیدم چه گفتی. حال برو. ولی از نظر من تو اهلیت این امانت را داری. بنابراین میتوانم بگویم که با من چه گفت. فرمود: مرا به اکراه از مدینه تا مرو آوردند و به اجبار این سمت را بر عهده من نهادند. اما مگر نه اینکه یوسف علیه السلام که پیامبری معصوم بود از عزیز مصر خواست تا او را به خزانه داری خیش منصوب کند. او خواست و من نخواستم. او نبی بود و من رسیم. و مأمون نیز نه چون عزیز مصر است که او مشرک بود و این شهادت این بر زبان دارد. سپس فرمود: اگر صبر کنی خواهی دید که کار ما به سرانجام نمی رسد. شما اینجا چه میکنید؟ خوب نگاه کنید ببینید مرا میشناسید. اخیراً چند بار همدیگر را دیده ایم، ولی مطمئنم که ذهنتان یاری نکرده و مرا به خاطر نیاورده اید. برخیزید از اینجا بروید. ما چون شما مستمندیم و چیزی برای صدقه نداریم. برخیزید. البته من از این بابت شما را شماتت نمی کنم. چرخ نامیمون چنان مرا در هم کوبیده است که گاهی خود نیز از شناخت خیش عاجزم. نام تو علی ابن عثمان است. اسم تو را فراموش کردم، اما خوب به خاطر دارم موقعی که شما را دستگیر کردند و به زندان مرو منتقل ساختند 5 نفر بودید. از قضا 2 نفر دیگرتان را دیدم که به سلک یاران ابوالحسن در آمدند. تو هم در زندان بودی؟ در زندان که نه، ولی اگر بگویید زندانبان چندان اشتباه نکردید. یاوه میگویید. من زندانبان را خوب به خاطر دارم. برخیزد از اینجا بروید. بروند. گرچه حال که ما را شناخته اید، دیگر خارج شدن از این مکان چندان برایتان آسان نخواهد بود. زیادم مشکل نخواهد بود، چون اگر شما نیز مرا به خاطر بیاورید، اون وقت در میابید که وجود من و همراهم هیچ خطری برای شما در بر نخواهد داشت. خوب به چهره من نگاه کنید. البته نه با این هیئت. بزرگی را تصور کنید که لباس فاخری به تن دارد و کلاهی به رنگ ارغوان به سر نهاده و ردای سیاه بر تن کرده است و به چشمان یاغیانی خیره است که منتظر شنیدن فرمان عقوبت خویشند. و هارون را ببینید که به مرگ شما فرمان داده
و من که شفاعت کردم و از او خواستم که از خونتان درگذرد. فقط به جهت پریز از عواقب کشتن سرکردگانی که خشم و کینه یارانشان میتوانست مشکلات بسیار فراهم سازد. فضل ابن ربی؟ شباهت زیادی به او دارد. نه، وکرون مدت هاست که به جهنم واصل شده. راست میگویی، من اکنون در قعر جهنم زندگی میکنم و هر لحظه در آتش کینه میسوزم. و اگر حقیقتا تو فضل بن ربی ملعون باشی، امیدوار باش که نجاتت به دست من است. به کشتن من فکر نکن پسر عثمان، که هیچ سودی برایت نخواهد داشت. من میدانم شما دو نفر برای چه در این خانه پنهان شده اید و چه سودایی در سر دارید. میدانی؟ منتظر بودیم که دست اجل تو فاسق جابر را به سوی ما هدایت کند و ما نقش ملک الموت تو را بازی کنیم. درست است، نقش شما همین است، ولی این بار تومه شما من نیستم. به قتل کسی دیگری میاندیشید. منظورت چیست؟ من شک ندارم که شما برای کشتن ابوالحسن قدم به این شهر گذاشتید. و همین نیت مشترک است که ما را به هم نزدیک میکند و ضرورت همکاری ما را فراهم میسازد. شما چرا؟ شما چه خصومتی با او دارید؟ داوود، اشتباه نکنید، ما را با او کاری نیست. ما هلاک فضل ابن سهل را طالبیم. فضل؟ گفتن که از دوستان شما هستند و تازه وارد این شهر شدم. دانستم که از شیعیانند. خوش آمدید برادران، خوش آمدید. بفرمایید. ناقابل است، پسر رسول خدا باعث شده که شیعیان به هم نزدیکتر شوند. درست است. از قول من به فضل ابن سهل بگو که من خود شخصا باید به حضور خلیفه برسم و مسائل را بازگو کنم. سردار بزرگ، نامه خلیفه است، نه فضل ابن سهل. فرقی نمی کند، هیچ سخنی به گوش خلیفه نمیرسد مگر اینکه از دهان فضل ابن سهل بیرون آید. و این بار من خیال دارم بی واسطه او مطالب را با خلیفه در میان بگذارم. برا! خلیفه همون سخن فضل را تکرار کرده، نوشته به مرد نیا و راه اجازه پیش. باید با خلیفه صحبت کنم، باید به او بگویم که بغداد در حال حاضر از اطاعت سر باز زده است. خاندان عباسی او را از خلافت عزل کردند و عمویش ابراهیم شکله را به امارت برگزیدند. من باید شخصا با خلیفه صحبت کنم و همه چیز را به او بگویم. من مطمئن هستم که فضل ابن سهل تمام اخبار را از خلیفه پنهان کرده و خلیفه را در بیخبری تمام گذاشته است. جسارت از سر دار. اگر چون این تصمیمی دارید، اجازه بفرمایید که از بازگشت این قاصد جلوگیری کنید. نباید اجازه بدهید که این خبر به مرد برسد. جستی؟ سربازان. چی؟ سربازان. داده ای که مرا به نزد علی ابن موسر رضا ببری. فراموش نکرده ای که نه،
قول داده. بیا هرچه باشد فضل بهتر میدنش. ابراهیم جعفر سلام. 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 خوش آمد. چه خبر شده است؟ از اون روزی که تو رفتی خوشام در سرای ابوالحسن می ایستد و به بهانه حفاظت از جان او همه را تفتیش می کند و مانع ورود مؤمنین می شود و این هم نتیجه‌اش که می شود. این مرد کیست؟ نامش دیبل است. دیبل؟ دیبل خزائی. از بغداد تا اینجا پیاده آمده تا ابوالحسن را ملاقات کند. سلام علیکم. دیبل؟ آری؟ دیبل خزائی شاعر است. چه خبر شده؟ چرا جمعیت به ولوله افتاد؟ نگاه کنید، علی ابن مختار رضا خود به میان مردم آمده. خوش آمدی مصیبت سرای اهل بیت. دیبل دیبل دیر کردی امر. دو روز پیش منتظرت بودم. آره ولی مجبور شدم که پیاده برگردم. پیاده؟ مفصل است. ارسمه میخواست من را دستگیر کند. خب چه شد؟ نامه را رساندی؟ آره. اطاعت کرد؟ نه. گفت به فضل ابن سهر بگو باید خود به حضور خلیفه برسم و مسائل را بازگو کنم. خوب است. بیا و گزارش سفرت را در حضور خلیفه بازگو کن. که فضل ابن سهر نتواند حضور ما را از خلیفه پنهان دارد. بگویید بر طبل‌ها بکوبند. بخوان دیبل، باز هم از مصائب خاندان ما بگو. مهلت دهیدم دوستان، مهلت دهیدم دوستان، تا باز پرسم من نشان زین خانه های خاموشان. احوال یاران و کسان کس هم پریشان گشتند، سرگشته و بی آشیان. فصل؟ 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 چه خبر است؟ این هیاهو برای چیست؟ چرا طبل میکوبند؟ ارسمه از سر بر من طبل میکوبد و به دروازه شهر نزدیک میشود. هرسمه؟ برای چه؟ چه بگویم خلیفه بزرگ قصد حمله به شهر را دارد؟ نمیدانم چه در سر دارد و از کوبیدن طبل ها چه هدفی را دنبال میکند. شاید میخواهد آشوب و بلوا به راه اندازد تا از این طریق خلیفه بزرگ را به پذیرش خواسته هایش وادار نماید.
آیا قدرت آن را داریم که او و سپاهیانش را سرکوب نماییم؟ آری سرور من، خیالتان آسوده باشد. من از نافرمانی هرثمه نگران بودم. به ناچار شرط احتیاط را به جا آورده و از مدتها پیش سپاهیان بسیاری را در درون و بیرون شهر آماده ساختم. اکنون منتظرند تا به یک اشاره شما هرثمه و سربازانش را از دم تیغ بگذرانند. خوب است، پس بگذار هرچی میخواهد بر طبل بکوبد. بگذار بیاید و خواسته هایش را بر ما تحمیل کند. بگذار بیاید تا عاقبت نافرمانی خیش را ببیند. با من بگویید ای مهان، از عهد و از پیمانتان. آن سالها از پشت هم هرگز نرفت از یادتان. آوخ که غربت با شما بیداد کرد و بس جفا. از گلبن بیت رسول بس شاخه بشکست و فتاد در کوفه و در کربلا. قفه نسأل الدار التي خف اهلها. متى بالصوم والصلوات وأين الأولى شطت بهم غربة النوى. أفانين في الآفاق بشط فراتي. برخیزید، راه را باز کنید. باز کنید. بخوان دیوید.
فریاد از آن دردی که ویران می کند و گفتن نمی توان، فریاد از آن بغضی که در گلوست و شکستن نمی توان. آن هرسمه، چه شده است که با کوس و تب به دیدار ما آمدی؟ پوزش مرا بپذیرید سرور من. از آن میترسیدم که اگر بی سر و صدا به مرو نزدیک شوم، خلیفه از حضورم آگاه نشود و توطئه چینان و بدخواهانی که او را احاطه کردند اجازه ندهند به دست بوسی سرورم نائل شده تجدید بیعت نمایم. پس این قوقا و آشوب را تنها به خاطر تجدید بیعت با ما به راه انداخته ای؟ تجدید بیعت، ذکر حقایق، اثبات اخلاص و وفاداری و اطاعت. وفاداری و اطاعت؟ مگر نامه فضل ابن سهل به تو نرسید؟ چرا رسید؟ مگر ما خود به تو ننوشتیم که به مرو نیایی و راه حجاز در پیش گیری؟ چرا سرور من؟ دستخط شما را بوسیدم و بردیده نهادم. بوسیدی و بردیده نهادی؟ پس اینجا چه میکنی؟ آمدم تا خلیفه را از وقایعی که در کنارش میگذرد آگاه سازم و نیرنگ اطرافیان خلیفه را برملا کرده و وظیفه بندگی خود را به اثبات رسانم. خب، ما منتظریم. بیا و بگو. ما منتظریم تا از زبان سرداری وفادار و صادق حقایقی را بشنویم که خود از آن مطلع نیستیم. بیا هرسمه. سرور عزیز، امیر بزرگوار، کسانی که شما را احاطه کردند. ای بی صفت نمک بهرام، در تمام این سالها گستاخی تو را می دیدم و به خاطر خدماتت به پدرم و حرمت موی سپیدت نادیده می گرفتم، اما اکنون می بینم که نافرمانی را با آنجا رسانده ای که علی‌رغم دستور مستقیم خود ما همچنان به پیش می آیی. بر تب می کوبی و شهر مرو را به آشوب می کشانی و به خود اجازه می دهی که ما را غافل و بیخبر قلمداد کنی و آلت دست اطرافیانم بدانی. به خدا قسم که تأخیری از این بالاتر ندیدم و توهینی از این بزرگتر نشنیدم. ای امیر بزرگوار، اجازه دهید تا سخنی بگویم. دهانت را ببند، ببریدش. ای امیر بزرگوار، خلافت خاندان عباسی در خطر است. اجازه دهید تا سخن بگویم. ای امیر، فقط یک کلمه. بروید و فلفور با سپاهیانتان از شهر خارج شوید و منتظر دستور من بمانید. خوشام، فکر میکنم تو میخوایی از این مسجد قصری بسازی و خود بر درش به قراول بیایی. جوان، گستاخی های تو کم کم صبر مرا لبریز میکند. اینجا مسجد قصر خلیفه است. ابوالحسن جانشین او و من یار وفادار و خدمتگزار صدیق او هستم. بالاخره میتوانیم برویم یا نه؟ فعلا عزیزم، البته من از مقام و منصب شما مطلع هستم و از وابستگی شما به وزیر بزرگوار خبر دارم، ولی من هم وظائفی دارم. در حال حاضر علی ابن مسرزا مشغول دعا و نیایش هستن و کسی را نمیپذیرند. بابا بیایید. ابا سلط، هر ملاقاتی فقط باید با نظر من انجام شود. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم. علیکم السلام. عمر، از تو میخواهم پوشیده از چشم اغیار تنی چند از یاران امین خود را
به کوفه و بغداد و مدینه و سایر بلاد دور و نزدیک روانه سازی تا از احوال این نواحی هر آنچه می‌بینند و می‌شنوند گرد آورند و به اطلاع ما برسانند. من؟ آخر چرا من؟ تعجب نکن امر، تو محرم مایی و نزد ما عزیز. اما من از نزدیکان ذریاستین فضل ابن سهلم. چیزی از ما پوشیده نیست، خصوصا که می دانم تو و زوجه فضل به راه حق و حقیقت دل بسته اید. تأمل نکن امر، تو از مایی و ما از تو. خوشا به سعادتت که مرد وسوق ابل حسنی. امیدوارم که نزد شما روزی بید باشم. اما قبل از اون که دهان باز کنم، چون دیوانگان فریاد برآورد و من روانه زندان ساخت. کار آن مجوس است، کار آن مجوس است. تو نیز شما به مکر او گرفتار آمدی. حال باید بنشینیم و سرنگونی اقبال او را انتظار بکشیم. من مطمئنم که زیاد دور نیست. شاید. ولی ممکن است آن روز شما زنده نباشید. زندانبان، بهتر است مواظب سردار عزیز ما باشی و از او خوب پذیرایی کنی، چون فکر نمی کنم خشم خلیفه بزرگ چند روزی بیشتر دوام بیاورد. تکلیف او با خائنین جداست. تعداد زندانیان تو چند نفر است؟ 118 نفر قربان. اشتباه میکنی. خیر وزیر بزرگوار، من تک تک ایشان را میشناسم. تا ساعتی پیش 117 نفر بودند و اکنون با ورود هر سمه 118 نفر شدند. گفتم اشتباه میکنی. تعداد زندانیان تو همچنان 117 نفر خواهد بود. وزیر اعظم، اجازه فرمایید. چند روز فرصت داری تا از تعداد ایشان به درستی آگاه شوی. من مطمئنم که بیشتر از 117 نفر نخواهند بود. البته امکان دارد یکی از ایشان را دوبار شمرده باشم. و ممکن است یکی را بی جهت محاسبه کرده باشی. ممکن است. وزیر بزرگوار، ممکن است هر سمه محاسبات مرا برهم زده باشم؟ ممکن است، هر چیزی ممکن است. به هر حال من چند روز دیگر باز خواهم گشت و مطمئنم در آن روز بیشتر از 117 نفر نخواهند بود. اطاعت سرور بزرگوار. با من بیایید. سلام امر. سلام. بسم الله.
میخواهم در خلوت با شما صحبت کنم. برای تان مأموریتی دارم. چه کسی را باید بکشیم؟ لودگی نکن. میخواهم به بغداد و مدینه و کوفه بروید و هر خبری را که میشنوید خوب به خاطر بسپارید و به من برسانید. چه خبرهایی؟ هرچی که به کار حکومت مربوط میشود، دوستی ها، دشمنی ها، عزل و نصب ها و شایعات. وظیفه ما چیست؟ هیچ، فقط بگردید و چشم گوشتان را خوب باز کنید. همین؟ همین. مخارج چنین سفری با کیست؟ با من. آخرین چه سفری است؟ دلیلش را بعدن خواهید فهمید. فعلا هیچ سوالی نکنید. کی باید راهی شویم؟ عاشقه